لغو سخنرانی غنی فراری، کشف ده‌ها کیلوگرم چرس از یک محموله کچالو در مرز افغانستان و ازبکستان. چندین از نیروی چیرگی یار محمد دوستان وارد شهر تاشکند شدند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. مشروع اخبار. نشستی که قرار بود از طرف انجمن مردم شناسی آمریکا در 31 مارچ برگزار شود و اشرف غنی رئیس جمهور فراری کشورمان در آن سخنرانی کند، پس از اعتراض شهروندان و فعالان مدنی افغانستان لغو شد. تابش فروغ، پژوهشگر که یکی از معترضان بوده، گفته است اشرف غنی صلاحیت نمایندگی از مردم را ندارد. انجمن مردم شناسی آمریکا از اشرف غنی به عنوان مردم شناس دعوت کرده بود تا مورد وضعیت افغانستان سخنرانی کند. دعوت او اما با اعتراض شهروندان افغانستان مواجه شد و از روز گذشته بیش از 500 تن به شمول اساتید دانشگاه، پژوهشگران و خبرنگاران مخالفت خود را با تصمیم انجمن مردم شناسی آمریکا اعلام کردند. قبل از این که طالبان کاملا کابل را به تصرف خود در بیاورند، اشرف غنی احمدزی از کابل فرار کرد. سفارت روسیه گفته بود که اشرف غنی با خودروهای پر از پول از افغانستان فرار کرده است. و در خبر دیگر، کمیته دولتی گمرکات ازبکستان از کشف نزدیک به 155 کیلوگرم چرس که در یک محموله کچالو جاسازی شده بود در مرز بین افغانستان و ازبکستان خبر داده و گفته است که این کچالو به قرقزستان منتقل می شد. بر بنیاد گزارش ها، سرویس اطلاعاتی کمیته دولتی گمرکات ازبکستان سه شنبه نوی عمل اعلام کرده است که پلیس ازبکستان تقریبا 155 کیلوگرم چرس را در تاشکند کشف و ضبط کرد که در پوشش کچالو از افغانستان به قرقزستان منتقل می شد. کمیته گمرکات دولتی در بیانیه به رسانه ها گفته است هنگامی که 32 بوجی باز شد، 1305 بسته که به شکل کچالو پنهان شده بود کشف شد. این بسته ها حاوی 154 کیلو و 90 گرم چرس بود. و در پایان، خبرگزاری کیهان گزارش می دهد نیروی چیرگی یار محمد وارد شهر تاشکند شد. چیرگی 4000 نفری یار محمد دوستان برای آموزش وارد پایتخت ازبکستان شد. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.